شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیاز امشب. مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد. شب قرآن، شب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره 28 سوره الطلاق آیه نمبر 1. اتو بیشتم سپاره دی الطلاق سورت اول نمبر آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. به بارگاه پاک الله جل جلاله دعا می کنیم که ما همه را در راه راست ثابت و استوار تا دم مرگ همه را در راه راست ثابت نگاه کنه. الله جل جلاله در دل ما محبت الله، محبت رسول الله، محبت صالحین را الله جل جلاله در دل ما و شما پیدا کند، راهی از اونها را انتخاب کنیم، وسیله شود که ما را الله جل جلاله از اخلاق بد، از امراض بد، از فضای بد در خانه، از تمام انواع مصیبت ها الله جل جلاله ما و شما را حفظ کند. در قسمت سورت‌های آخری سپاره 28 قرار داریم. سورت‌هایی است که مدنی و بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در این سورت‌ها قرار داریم. امروز در مورد سوره طلاق و سوره تحریم انشاءالله بحث ما دوام می‌کند. سوره طلاق از جمله سوره‌های مدنی است. مسائل شرعی، قانونگذاری اسلامی، قانونگذاری آسمانی در این سورت مبارک مطرح میشه. مسائلی که به زوجین، خانم و شوهر ارتباط میگیره، مسائل طلاق مشروع، طلاق سنت یا طلاق سنی، از این مسائل و غیره سوره طلاق بحث میکنند. در مورد سوره طلاق که بحث آمدهش همین موضوع طلاق است. طلاق یعنی خاتمه دادن عقد نکاح در بین خانم و شوهرش. این به مفهوم طلاق است که یکی از دیگه که در بینشون عقد شرعی میباشد به اساس بعض مشکلات و بعض مسائلی که تمام راه های حل طی شده باشد، تمام راه های حل ناکام شود، باز بعد از آخرین حل عبارت از طلاق و عبارت از جدایی بین یک شوهر و خانمش است. اسلام طلاق را دوست ندارد، شریعت با طلاق دلچسپی نداره. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند که ابغض الحلال، او حلالی که او بسیار ناپسند است، چیزی است که اسلام و شریعت به او هیچ دلچسپی نداره. او حلال عبارت از طلاق است. اکثر مسائل طلاق در سوره بقره گذشته، یک تعداد مسائلی که به طلاق و عدت ارتباط میگیره در این صورت اشاره میشه. موضوعات مهمش به یاد شما باشه. اما وقتی که یک حالت وضعیت یک خانم شوهر به وقت جدایی میرسه، باز به ما شما مناسب نیست که در اونجا فتوا بدیم.
این کار از تخصص علما است که چی وقت طلاق باید صورت بگیره. منتها ما باید بفهمیم گاهی اگر از عالم اشتباه میشه، نکات عمده و اساسی به ذهن ما شما باشه. در مجموع مفسرین و فقها، طلاق وقتی که صورت میگیره، طلاق سنت، طلاق مشروع کدام است؟ طلاق مشروع او طلاق هست که شوهر خانم خود را در وقتی که در حالت حیض نباشه، در حالت پاکی باشه که در او پاکی خانم و شوهر با هم همبستر نشده باشن، جماع صورت نگرفته باشن. حالت پاکی است که در او جماع صورت نگرفته و حیض هم وجود ندارد. در این حالت شوهر خانم خود یک طلاق میده. ایده یک طلاق میته باز بعد از اون میگذاره که بالای از این سه حیض بگذاره. وقتی که سه حیض پوره شد، قبل از این که این سه حیض پوره شد و روزهای آخرش است، اگر شوهر بخواهد میتونه که پس چی کنه؟ به خانم خود رجوع کنه. این رجوع به یک کار به یک عمل میشه و به سخن هم میشه. اما اگر شوهر نخواه که با خانم خود زندگی را دوام بده، اجازه میده که سه حیض بگذره. به مجرد که سه حیض تمام شد، باز بعد از او این مدت عدت تکمیل میشه. بعد از او باز خانم و شوهر از هم جدا میشه. ای طلاق سنی است، طلاق سنت است. در طهر و پاکی که جماع و همبستر شدن صورت نگرفته، یک طلاق واقع میشه. طلاق غیر سنی، طلاق بدعی یا بدعت کدام است؟ کسی که در حالت حیض طلاق میشه. این مخالف سنت است، به خاطر که مدت یا عدت انتظار خانم بعد از طلاق از سه حیض کرده طولانی میشه. یا در طهر، در پاکی که در اوج جماع صورت گرفته، باز بعد از طلاق صورت میگیره. در اینجا اگر در اینجا مثلا طفل یا جنین به میان میآید، باز بعد از اون این مدت یا عدت از سه ماه به چند ماه تمدید میشه؟ به 9 ماه، تا این که این طفل به دنیا بیاید. و این یک مدت طولانی است که برای خانم این انتظار طولانی یک نوع ضرر است. اگر طلاق در پاکی بدون جماع صورت گرفته باشه، 3 ماه مکمل، نه زیاد نه کم. در این 3 ماه این واضح میشه که در اینجا کدام طفل صورت نگرفته. اما اگر در حالت حیض طلاق صورت میگیره، این از 3 ماه شاید به 4 ماه دراز شد. یا در طهری که در اونجا جماع صورت گرفته، اگر طفل به میان میاد، ای باز به 9 ماه تبدیل میشه. ای یک نوع ضرری است که اسلام طرفدار از اختلاف مدت طولانی نیست. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما خانم خود در وقتی که حیض بود طلاق داد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این خبر شد،
به غضب و خشم آمد، قهار شد. برای عمر رضی الله عنه گفت بچیت بگو، عبدالله را بگو که به خانم خود مراجعه کنه تا وقتی که پاک شود. باز حیث سرشته شود، باز پاک شود، باز بعد از او اگر خواست میتونه که طلاق بده یا ایسته که نگاهش کنه. اگر طلاق میده در حالت پاکی او را طلاق بده پیش از اینکه اوجه هم بستر شدن صورت گرفته باشه. این موضوعات عمده و مختصر است. در غیر از طلاق و غیر طلاق از خود جزئیات بسیار زیاد داره. برای ما اما قدر کافی است که در کدام وقت و چند طلاق با صورت بگیره. طلاق جدایی است که بین خانم و شوهر است. طلاق در شریعت اسلامی از حق مرد است. زن نمیتونه که طلاق به شوهر خود. زن الله جل جلاله او حق دیگه دارن، حق دیگه داده به نام خلع. اما مهری که شوهر برش داده برش میگه مهر طبیعی، من نمیخوام من رو تو زندگی کنم، من میخوام که جدا شم. جدایی که از طرف خانم صورت میگیره نامش خلع است، از طرف شوهر به نام طلاق است. در بعضی حالات میشه که باز قاضی یا حاکم مسلمان ها، باز بعضی حالات میشه که در بین از اینها وقتی که جدال و جنگ صورت میگیره در بینشان جدایی صورت میگیره، جدایی میاره بزرگ فسخ میگه که او حالت سکو دور میشه. این نقاط در ذهن شما باشه، متبقی احکام وقتی که قضیه پیش میشه باید باز ما مطمئن باشیم که احکام به شکل عام به چی شکل است. یا ایها النبی، ای نبی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، در سابقه گفته بودیم که این یک نوع احترام، یک نوع تشریف، یک نوع ناز دادن است از طرف الله جل جلاله برای پیغمبر گرامیش، که پیغمبر خود نامش نمیگیره میگه که ای نبی، اما دیگه پیغمبرها را میگه که یا نوح و یا ابراهیم و یا موسی یا لوط و غیره و غیره، اما این مخصوص به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اذا طلقتم النساء، وقتی که شما اراده کردین که شما طلاق بتین خانم هایتان را، فطلقوهن، شما اونها را طلاق بتین، لعدتهن، که عدتشان در پیشویشان باشه، عدتشان در پیشویشان باشه، لعدتهن یعنی عدت خود را استقبال میکنن در پیشویشان است. و احصل عده، و شما عدت را حساب بگیرید که عدت چقدر است؟ 3 ماه است. 3 قروء، 3 ماه، 3 حیض است. واتقوا الله ربكم، شما بترسین از پروردگارتان، از الله جل جلاله که او رب به شما هست. شما ظلم نکنید، متوجه باشید. لا تخرجوهن من بیوتهن، شما نکشین ای خانم ها را، من بیوتهن، از خانه هایشان. وقتی که خانم طلاق شد در وقت عدت است، شما ای را از خانه نکشین. ولا یخرجن و اینها نبرایند، الا ایاتین بفاحشه مبینه، نبرایند از خانه های شوهرهای خود در حالت عدت مگر این که اینها از پیششان صادر شود یک فاحشه، یک کار بد، یک کار زشت، عبارت از زنا، مبینه که آشکار، یک فاحشه آشکار عبارت از زنا. وقتی که اینطور در حالت عدت اینطور یک جرم از این حالت از این خانم صورت میگیره، باز بعد از اجازه است که از خانه بکشه. و تلک حدود الله، این
حدود و اندازه و احکام است که الله جل جلاله روا کرده. و من یتعدى، هر کسی که تعدی میکنه پای خود را میمانه سر احکام، سر حدود الله، سر احکام الله جل جلاله، فقد ظلم نفسه، در حقیقت برای نفس خود ظلم کرده. برای خداوند تاوان نمیرسه، برای الله هیچ کدام ضرر نمیرسه، این برای خود ظلم میکنه. پس شما خانومی که مطلقه است در عدت قرار داره، شما او را از خانه نکشید. چرا؟ لا تدری، تو نمیفهمی، لعن الله، شاید الله جل جلاله یحدث بعد ذلك امرا، شاید الله جل جلاله تغییر بیاره، یحدث ایجاد کنه، پیدا کنه، بعد ذلك، بعد از او امرا، یک موضوع، یک حالت دیگر الله جل جلاله شاید اراده کنه. به این معنی در این مدت 3 ماهی که خانم در انتظار است، در عدت است، میشه که پس در بینشان محبت پیدا شود، شوهر به خانم خود رجوع کنه، پس این خانم ها را شما از خانه نکشید. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که نزدیک شد اجلشان، همین 3 ماهشان یاییسته که امو حملشان، خب عدت به 2 قسم است، یاییسته که 3 ماه را تکمیل میکنه، یا اگر مادری که یا خانمی که طفل داشت، عدت از او حامل یا حامله چقدر است؟ تا وقتی که طفل خود را بگذاره، تا وقتی که طفل تولد شد، این 2 قسم عدت است. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وقتی که نزدیک شد به اجل خود، به وقت خود، یا 3 ماه نزدیک شد یا تولد شدن طفل نزدیک شد، شما چی کنید؟ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفِ، شما رجوع کنید، اینه بگیرید به طریقه خوب، به احسان، به رویه و به اخلاق نیکو، اینها را نگاه کنید. زندگی معاشرت عادیتان به شکل شرعی شما پیش ببرید، یا فامسکوهن، یا اینا شما را نگاه کنید به معروف، او سرحوهن، او فارقوهن به معروف، یا اینا را جدا بسازید به خوبی، بدون از اینکه کدام غال مغال باشه، حق کسی تلف شود، حق کسی پایمال شود، جمع و نزاع پیدا شود، به معروف، به خوبی شما چه کنید؟ اونا را رخصت کنید که بران به طرف خانه خود. مهرشان فراموشتان نشود، اگر مستحق متعه باشد، متعه را برش بتین. تمام شروطی که در اثناء ازدواج و عروسی بودن، به این شروط شما وفا کنید. ای فارقهن را به معروف دیدن. خب وقتی که این مدت تکمیل میشه، یا 3 ماه یا وضع حمل، شما 2 نفر شاهد بگیرید. اگر پس به هم اتفاق میکنید که زندگی میکنیم، هم 2 نفر شاهد از بین خودتان مردمای نیک باشه بگیریم، و اگر جدا هم میشین 2 نفر شاهد بگیریم، به خاطر که در یک خصومت جنگ و اختلاف پیدا نشد. و اشهدو، شما شاهد بگردانید، ذوی عدل، 2 انسانی که صاحب عدل هستن، منکم از خودتان، مسلمان باشه، هوشیار باشه، با عدالت باشه. و اقیموا الشهادة لله، و شما برپای کنید شهادت، ای ویتنس، و شاهد شما بگیرید لله، به خاطر رضای الله جل جلاله. در این طرفداری کسی را باز نکنید. هر کسی که باشه، وقتی که حق طرف یک انسان بود، شما طرف حق استاده شدید. رضای الله را شما در نظر بگیرید. جانب مقابل اگر خیشت بود، اگر قومت بود، هر فرق دیگه که بود،
او رو تو باید نادیده بگیری. ذلك من يعذب به آن برای شما یوعظو برای شما وعظ میشه نصیحت میشه به آن من کان یؤمن بالله والیوم الآخر کسی که ایمان به الله و کسی که ایمان به روز آخرت داره این وعظ برای ازو مردم است درس و نصیحت برای ازو مردم است و من یتق الله هر کسی که از الله جل جلاله میترسد از عذاب الله میترسد تقوا را انتخاب میکنه یجعل له مخرجا برزو یک راه برآمد را الله جور میگنه هر کسی که در یک مشکل واقع شد از خداوند میترسد خداوند راه خروج راه برآمدن راه حل برش پیدا میکنه در اینجا به ارتباط امی موضوع مفسرین رحمت الله علیهم روایت را ذکر کردن که یک صحابی به نام عوف عوف اشجعی ایره مشرکین ایره غیر مسلمان ها اسیر گرفت در جنگ اسیر شد پدرش پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و برش گفت که دشمن بچه مرا اسیر گرفت در جنگ به دست دشمن افتاد و مادرش بسیار گریان میکنه بسیار جزع میکنه فزع میکنه تو به من چی امر میکنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر پدر عوف گفت از خداوند بترس و صبر کن و من یتقی الله یجعل له مخرجا از خداوند بترس و تو صبر کن و یک چیز دیگه هم به تو امر میکنم و او است که تو بسیار لا حول ولا قوه الا بالله اینه ما شما کلمه یاد داریم اینه ما وقت میگیم بیقار شد در رواج ما اینه میستاریم یک آدم که میخی دیگه اعصابش رو به خرابی بود باز میگه که لا حول ولا قوه الا گفتنش خوب است اما باید هر وقت گفته شود این یک ذکر است درجه بلند داریم من تو را امر میکنم که یکی خود تقوا و صبر کو دیگری کو که همیشه زیاد لا حول ولا قوت الا بالله کو پدر عوف این کار را کرد و خانمش هم این کار را کرد پدر عوف میگه ما در خانه نشسته بودیم که یک کسی دروازه را زد دروازه را که زد دیدم که بچه شان است بچه ایشان است و همراهش صد دانه شتر است صد دانه شتر همراه خود آوردن میگم من همراه شتر ها مانده بودم وقتی که اونها غافل شدن بیخبر شدن همین صد شتر ها کلش مرا طرف خانه بود پس کسی که از خداوند از عذاب خداوند بترسد و صبر کنه و ای از کار را فراموش نکنه خداوند مشکلش را حل میکنه هر رقم مشکلی که باشد و من یتق الله یجعل له مخرجا مخرج جای برآمدن اگزیت را میگه و یرزقه خداوند برش رزق میده من حیث لا یحتسب از جای برش رزق میده که اصلا در فکرش هم نه تیر نشده باشد خارج از حساب است خارج از گمان الله برش چی میکنه؟ رزق میده و من یتوکل علی الله هر کسی که توکل کنه اعتماد و ترست کنه بالای الله جل جلاله فهو حسبه پس الله جل جلاله کافیش برزی هر کسی که بالای خداوند توکل کنه دیگه او باید تشویش نکنه که خداوند برش کافی است مشکلات مشکل کشا الله جل جلاله است و بس ان الله بدون شک الله جل جلاله بالغ امره بالغ به معنی که نافذ تطبیق میکنه کار خود امر خود حکم و فیصله خود الله جل جلاله
نافذ کننده است. و هیچ کس خداوند عاجز ساخته نمیتونه. امری که بخواهد، فرمانی که بخواهد، او حتما نافذ و تطبیق میشه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله جل جلاله گردانیده بر هر چیز یک اندازه، بر هر چیز یک اندازه تعیین کرده. در آیات پیش قبلی ما گفتیم که خانمی که طلاق میشن اگر حمل نداشت، طفل نداشت، 3 حیض انتظار میکنه. اگر طفل داشت انتظار میکنه تا طفل در دنیا پیدا شد. بعضی حالات است که بعضی خانم ها حیضشان قطع میشه و این 2 سبب است. یا ایسه که سنش بسیار کلام میباشه یا سنش خرد میباشه. خانومی که سنش کلام شد باز بعد از او حالت حیض سرش نمی آید و بعد از او طلاق صورت می گیره، این چقدر انتظار کنه؟ 3 ماه انتظار می کنه. یا دختر خردی که هنوز حیض بالایش نامده و ازدواج می کنه، باز بعد از او طلاق صورت می گیره، او هم 3 ماه انتظار می. واللائی یئسن من النحید، او خانم هایی که مأیوس شدند، دسپیر شدند، ناامید شدند، من النحید از حیض، من نسائکم از خانم های شما، این ارتبتم اگر شما در شک افتادید، شما نمیفهمیدید که آلی ای خو حیض بالاش نمیاد، ای چقدر انتظار کنه، اگر شما ریب و شک کردید، فعندتهن عدت از اینها، انتظار از اینها 3 اشهر، 3 ماه هست، چون حیض وجود نداره، بنابراین 3 ماه انتظار میکنن. واللائی و او خانم هایی که لم یحضن، او خانم هایی که داخل حیض نشدن یا حیض بالایشون نامدن، از جهت خردی انتظار از اونها چی است؟ یا عدت از اونها 3 ماه هست. و اولات الاحمال، کسایی که باردار است، کسایی که حمل دارن، خانم هایی که دارای حمل هستن، اجلهن، عدت از اونها، نهایت عدت از اونها، ای یضعن حملهن، که بگذارن حمل خود، تولد شوه خانهشان همون جنین یا طفل. و من یتق الله، هر کسی که از الله جل جلاله تقوا دارد، از عذابش میترسه. کسی که از عذاب الله میترسه، او باید چی کند؟ او باید چی کند؟ کسی که از عذاب الله میترسه، کسی که تقوا دارد، او چی رقم آدم است؟ او فرض را اجرا میکنه و از حرام خود نگاه میکنه. اینمی تقوا هست. ترس عذاب خدا اینمی چیز هست. مجرد که یک انسان فرض را اجرا کرد و از حرام خود را دور کرد، این آدم متقی است. هر کسی که از عذاب الله جل جلاله ترسید، یجعل له من امره یسرا، الله جل جلاله در کار از این آسانی پیدا می کنه، کارش آسان می سازه. ذلک امر الله، آن است فرمان، امر و اوردر الله جل جلاله، انزله الیکم، بر شما ایره نازل کرد و پایین کرد. و من یتق الله، هر کسی که از عذاب الله میترسه، فرض را ادا میکنه، از حرام خود را نگاه میکنه، یکفر، الله از بین میبره، عنه سیئاته، گناه های بدی از انسان را، اعمال بدش را از بین میبره، و یعظم، بزرگ میسازه، کلام میسازه، لهو اجرا،
اجر و پاداشش را الله جل جلاله زیاد و کلان می‌سازد. وقتی که یک خانم طلاق شد و در عدت در انتظار وقت را تیر میکنه، الله جل جلاله بر شوهر میگه که به مو شکل زندگی که داری اما تو زندگی بر از این خانم هم بده. اگر مالدار هستی در مدت عدت در انتظار بالای زو مثل زندگی خود برش مصرف. اگر دارا و پولدار بودی زندگی خوب برش بده. اگر اقتصاد ضعیف بود زندگی از او باید مثل زندگی خودت باشه. شما بالا از او فشار نبید. ما قدستر تو احکام شرعی را لازم گردانیده و تو را مکلف ساخته. مطابق وصل. سیجعل الله زود است که الله جل جلاله بگردانه بعد عسر. بعد از چی؟ بعد از سختی زود است چی بگردانه؟ یسران آسانی. این یک نوع بشارت و خوشخبری است که برای فقیران زود است که بعد از سختی آسانی بیاید، بعد از فقر غنا بیاید، فراخی در رزق و روزی بیاید. در آیت شماره 8 سوره الطلاق الله جل جلاله به یک مطلب مهم اشاره میکنه که وقتی که یک قوم مؤمن نباشه ما بر از اون پیغمبر روان میکنیم، بر از اون معجزه روان میکنیم، بیان احکام، بیان مسائل این ما برش میکنیم تا بر یک مردم عذر باقی نمانه. عقل، پیغمبر، کتاب، این سه چیز ما بر مردم روان میکنیم. چیزی که من میگم شما او را قبول کنید، چیزی که الله میفرماید را شما قبول کنید. اگر کسی قبول نمیکنه باز باید از کسی شکایت و گله نکنه. ای تو بسیار قوم ها گذشت ما این چیزها را کلش تطبیق کردیم. عقل، پیغمبر، کتاب، معجزه، این کلش ما تطبیق کردیم. بسیار قوم ها تیر شد که ایمان ناورد، باز باید از ما اونا را هلاک ساختیم. وكأي من قرية بسیار مردم قریه ها عادت اینها سرکشی کردن، سرپیچی کردن، قبول نکردن، عن امر ربی هست، سرپیچی کردن از امر پروردگارشان و رسولی از امر فرستاده های الله جل جلاله فحاسبناها حسابا شدیدا. یک حساب بسیار شدید، یک جزای بسیار شدید ما بر اینها سخت روان کردیم. وعذبناها عذابا نكرا، اینها را یک عذاب سخت، با عذاب سخت اینها را روبرو کردیم. اشاره به این است که امروز در جایی که ایمان وجود نداشته باشد مردم به ایمان شوند، مردم احکام و حدود خداوند زیر پای کنند، مردم شر و حیا و اخلاق را زیر پای کنند و غیره و غیره و غیره. اگر این چیزها شود بسیار مردم قریجات را الله جل جلاله چی کرده؟ حساب شدید، عذاب سخت در این دنیا برشان روان کرده. انسان ها متوجه باشه ای به حال خود باقی است، ای وارنگ و ای انذار به حال خود باقی است. کسی که امروز این کار را میکنه این فضیلت نداره از اقوام گذشته. اونا که هلاک شد ای هم هلاک میشن. فذاقت اینها چشیدن و بال امرها، اما عاقبت کارشان و کان عاقبت امنها، سرنوشت و آینده کارشان خسران
تاوان هلاکت از بین رفتن بود. اعد الله لهم عذابا شدیدا، الله جل جلاله تهیه و برابر کرده بر اونها یک عذاب سخت. فاتقوا الله، بتسن از عذاب الله. کی؟ یا اولی الارباب، ای مردمای عاقل، صاحبان عقل و خرد، شما کی هستید؟ الذین آمنوا، ای مؤمنین، ای مؤمنین صاحبان عقل، شما از خداوند بترسید. قد انزل الله الیکم ذکرا، الله جل جلاله بر شما به یقین و یقین روان کرد ذکر قرآن وحی، اینه به شما روان کرد. ای مؤمنین عاقل، شما از خداوند بترسید. بر شما ذکر روان کرده، قرآن روان کرده، در پولوش شیر روان کرده، رسولی که یتلو علیکم آیات الله، تلاوت میکنه برای شما آیات های الله جل جلاله را که مبینات که او بخیر روشن است. قرآن و رسول بر شما روان کرده به خاطر چی؟ لیخرج، تا که بکشه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، تا مؤمنین و مردمای صالح را بکشه. از چی بکشه؟ من الظلمات الى النور، از تاریکی ها به طرف روشنی، از طرف باطل به طرف حق. ببینید که نور یکی است، نور خداوند چند تا انوار نگفت، نور یک میشه که انوار بگه، لکن انوار نگفت. چی گفت؟ نور مفرد از سنگولر است. اما ظلمات تاریکی ها، ظلمتون تاریکی رو میگه، ظلمتون. خداوند نگفت که از تاریکی به روشنی، از تاریکی ها به طرف روشنی. حق یکی است و باطل زیاد است. حق در کجا؟ در راه پیغمبر، در راه صحابه، این راه حق است. از او گذشته کسی اگر اون طرف میره یا اون طرف میره، با تاریکی ها راه های باطل زیاد است. و من یؤمن بالله، هر کسی که باور میکنه، از دل یقین میکنه به الله و یعمل صالحا، عمل صالح میکنه، پاداش و ریورد از او چی خواهد بود؟ یدخله جنت تجری من تحتها الانهار، اونا را داخل میکنه در جنت هایی که در زیر قصرش دریاها روان است. خالدین فیها ابدا، همیشه درجه خواهد بودند. قد احسن الله له رزقا، الله جل جلاله در اوج رزقشان در جنت احسن، بسیار خوب، وسیع، فراخ و خوب میگردانه. این کار کی میکنه؟ الله میکنه. کدام الله؟ الله الذی خلق سبع سماوات، اللهی که پیدا کرده آسمان ها را هفت طبقه، و من الارض مثلهن، و زمین هم هفت طبقه پیدا کرده. آسمان ها و زمین در دیگر جای در قرآن میگه که آسمان و زمین چی بود؟ یک جایی بود. ما چی کردیم؟ ففتقناهما، ایره ما جدا کردیم. هفت طبق آسمان بالا رفت، زمین به جای خود باقی ماند، هفت طبقه. زمین هم هفت طبقه است، در بینش خالیگاه نیست، اما هفت طبقه آسمان در بین یکی دیگهش مسافه هست. وقتی که آسمان و زمین از هم جدا شد، الله جل جلاله در بینش هوا را پیدا کرد. یتنزل الامر، نازل میشه امر و فرمان و حکم الله جل جلاله بینهن، در بین از اینها. الله جل جلاله هفت طبق آسمان پیدا کرد، هفت طبق زمین پیدا کرد،
به خاطر چی؟ لتعلم، تا که شما بدانید. چی را بدانید؟ ان الله علی کل شیء قدیر، که الله بالای هر چیز قدرت داره. اما قسمی که هفت طبقه آسمان ساخت، هفت طبقه زمین ساخت، هر چیزی که بخواهد و به هر شکلی که بخواهد او را تطبیق میکنه، بالغ و امنی. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و شما بدانید که الله جل جلاله علمش به هر چیز احاطه کرده، در هر چیز علم خداوند میرسه، از علم خداوند چیز خارج نیست. خاتمه سوره طلاق. زمین هم به شکل مفرد آمده، هر جای به آسمان سماوات آمده، در خواب سماوات آمده، دلیلی چیز که میاد که نمید در این مفرد این نمید. کدام زریم؟ مطلبتون بینه ها نستن؟ در این مفهومش ایسته که آسمان هفت طبقه پیدا کرد و زمین به مشک مثل هن، مثل هفت طبقات آسمان زمین هم هفت طبقه داره مثل هن. این مفهومش ایسته. شروع میکن سوره تحریم رو ببینیم که در کجا میرسیم. از جمله سوره های مدنی است که بعد از هجرت نازل شده. ای هم مسائل از مسائل شرعی را بحث میکنم. قرآن مکی یا سوره مدنی از چی بحث میکنه اکثرا؟ از شناخت خداوند. از شناخت خداوند. دیگه از چی بحث میکنه؟ سوره مکی از توحید. در مجموع عقیده و اخلاق، این دو موضوع اساسی سوره های مکی است. در سوره های مدنی احکام شرعی، اخلاقی که عملی است یا احکام شرعی عملی است، از او بحث صورت میگیره. از جمله از این احکام مسائل است که به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط میگیره، به خانم هایش ارتباط میگیره. ما باید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان بیاریم. مقامش بسیار بالا است. هر قدر که مقامش بالا بره و باز هم انسان است، باز هم بنده الله جل جلاله است، باز هم خانیش خانه است که در اوج بشر انسان زندگی میکنه. در شروع سوره تحریم الله جل جلاله چی را اشاره میکنه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. بعضا پیغمبر خود را به ناز یاد میکنه که ای نبی لما تحرم، چرا خود را بالا، چرا خود محروم میسازی، چرا حرمان یا بالای خود چه سختی را میاری، به عباره دیگه چرا بالا خود حرام میسازی؟ چیزی که خدا برات حلال ساخته. ای از خود سبب نزول داره و شأن نزول داره، یا قصه داره به اصطلاح عام. این تفسیر طبری و دیگه تفاسیر و احادیث آورده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ازواج خود، در بین خانم های خود تقسیم داشت. یک شب دریجه، یک شب دریجه، یک شب دریجه، به میشکل این شب های خود را بالا. بی بی عایشه و بی بی حفصه وقتی که میدید که رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه بی بی زینب میره در روج عسل میخوره، این گفت با این خوششان نمی آمد. وقتی که از اتاق بی بی زینب میبرامد، اینا فیصله کردن خبین یک گفت میگیم به پیغمبر. و او چیسته که وقتی که ای به ما نزدیک شد، باز از او برش میگیم که اکلت مغافیر، تو مغافیر خوردی. حفصه و عایشه تصمیم گرفتن که برش میگیم به پیغمبر، میگه که تو چی خوردی؟ مغافیر خوردی.
مغافل یا یک نان یا یک نوع میوه هست که شیرین است اما بوی خوب ندارد. شیرین اما بوی خوب ندارد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای بی بی عایشه نزدیک شد این گپ برزد، وقتی که برای بی بی حفصه نزدیک شد این گپ برزد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز ایر دوست نداشته که دهنش بوی بد بده. این چیز هرگز دوست نداشت. برای زینا گفت که نه، ما و مغالیق نه مغافیل نخوردیم، ما عسل خوردیم در اتاق در جای زینب، ما عسل خوردیم و من قسم میخوام هرگز من این عسل نخواد خوردم. شما که اتو گپ میزنید پس من این کار را نمیکنم. این روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم است. علما میگن که موضوع عسل درست است که سند از این قوی است از سند اول تر کرده، اما موضوع اصل نمیتونه که سبب نزول این آیت شد که لیمت و حرم و چرا حرام قد حرام میتی. او قصه که بین بی بی حفصه و بی بی ماریه شده او قوی تر است که سبب نزول از این آیت شد، اما این به حال خود باقی است. روایت از این سند از این قوی است ولی نمیتونه که سبب نزول از اون موضوع شود، به خاطر که این آیت هایی که میاد کلش به او ارتباط میگیره که خداوند برای بی بی حفصه و بی بی عایشه میگه این توبه اگر شما توبه کنید. پس تنها در موضوعی که اصل مطرح نیست، در روی موضوعات زندگی است که او زیادتر قوی تر است. ماریه گفتیم که در جنگ در اسارت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت گرفت آمد، یعنی بی بی ماریه را در نتیجه عقد نکاح پیش خود نگاه نکرده بود، اسیر یا کنیز جنگ بود. این ام ولد میگه مادر ولد، مادر بچه، مادر بچه رسول الله صلی الله علیه وسلم که ابراهیم از بی بی ماریه پیدا شده بود. این مادر بچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه امهات المؤمنین، مادر مؤمنین کی را میگن؟ ازواج مؤمنین کی را میگن؟ کسی را میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم همراهش عقد نکاح کرده باشه و همچنان هم بستر و معاشرت همراهش کرده باشه. او را ام المؤمنین میگن. اگر عقد نکاح هم صورت گرفته باشه و جماع صورت نگرفته باشه باز هم او را ام المؤمنین نمیگن. باید نکاح باشه، باید معاشرت یا جماع صورت گرفته باشه. به این اساس ماریه قبطیه از امهات المؤمنین نیست، ام ولد نبی صلی الله علیه و سلم. این موضوع باید باشه باشه. یا ایها النبی، ای نبی کریم صلی الله علیه وسلم، لم تحرم، چرا حرام قرار میدی؟ چرا برای خود بند میسازی؟ ما احل الله لك، چیزی که الله جل جلاله برای تو حلال ساخته. اگر عسل است یا کنیز است او تو چرا سر خود بند میسازی؟ تبتغی، تو طلب میکنی، میخواهی مرضات ازواج کن، رضامندی رضایت خانم هایت میخواهی؟ والله غفور و رحیم، الله جل جلاله بخشاینده و مهربان است. این یک نوع چی است؟ یک نوع عتاب است. ایره برش میگه که خداوند که مهربان است از تو یک کمک
اطور یک کار صورت گرفته، ما او را گناه نمیگیم، ما او را لغزش نمیگیم، فقط یک نوع چیزی که او را تو سر خود بند ساختی، چیزی حلال است تو را سر خود بند ساختی، اینمی خودش قابلیتی است که خداوند تا را ببخشه. والله غفور و رحیم، الله تعالی مهربان و بخشنده و مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، یقینا الله جل جلاله فرض گردانیده برای شما را، تحلة ايمانكم حلال کردن از قسم هایتان. اگر قسم خوردید خداوند در زور را باز کرده، حلال و فرض گردانیده آزادی از قسم ها را. والله مولاكم، الله جل جلاله مددگار شما است. مولاكم یعنی مددگار، کارساز، کمک کننده. وقتی که شما قسم میخورین و شما خود میخواین که حلال شوین، از قسم شما کفاره شد ادا کنین. و هو العلیم، الله جل جلاله هو عالم و حکیم با حکمت است. و این اثر را وقتی که سر و راز گذاشت، سیکرت، وقتی که یک راز و سر گذاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم الى بعض ازواجی، به بعضی از خانومهایش و حفصه رضی الله عنها، حدیثا یک گپی را، یک سخنی را، فلما نبأت به، وقتی که خبر داد بی بی حفصه بهی، به می خبر، به می سخن، کی خبر داد؟ بی بی عایشه را خبر داد. در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای گفته بودید بر کس نگوید. فرما نبعد بهی، وقتی که خبر داد بی بی حفصه، ای خبر را به بی بی عایشه خبر داد، و اظهره الله علیه. در اینجا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبود. ای که بی بی حفصه به بی بی عایشه راپور میته و خبر میته، این در یک جای پت و پنهان بودن. الله جل جلاله توسط جبریل علیه السلام پیغمبر خود خبر کرد که بی بی حفصه سر افشا کرد. و اظهره الله، الله تعالی ایره با خبر ساخت، مطلع ساخت علیه در این بالای موضوع، عرف بعضه، خبر داد برای بی بی حفصه، خبر داد بعد و بعضش هم هر نفر بعد و بعضش بیان کرد، بعضش هم برش گفت. چی را گفت؟ این همی که تو گپ، وقتی که گپ را به بی بی عایشه خبر دادی، این را برش بیان کرد. و یک عتاب و ملامتی را برای بی بی حفصه متوجه ساخت در عین وقت. و اعرض عن بعض، بعضش به بی حفصه خبر کرد و بعضش خبر نکرد. بعضی از موضوع را به بی بی حفصه خبر داد و بعضی از موضوع را به بی بی حفصه خبر نداد. کسی که آدم مقام خوب داشته باشه، آدمی که از یک درجه بلند داشته باشه، باز او صاحب حیا می باشه، صاحب کرم می باشه، از لغزیدن، از لغزش انسان ها چشم پوشی میکنه، نمیکنه که کل کارهای خراب شده پیشوش بکشه، اینکه کار خراب کرد، اینکه کار خراب کرد، اینکه کار خراب کرد.
یک اشاره برش میکنم، اینه مقدر براتون بس است، کلش برش نمیگم. به می شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام جریان رو به حفظه نگفت، فقط تمی که تو چی کردی؟ امی سر افشا کردی، اینه می خبر می به حفظه خبر دار، اینه می کار تو خوب کار نکردی. و اعراض عن بعض، و بعضی چیزها را برش نگفت. در اینجا علما میگن که این چیزهایی که بعضی چیزهایی که برش نگفت او چی بود که این برش این باید گفته میشد یا قابل ذکر بود که خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ابو بکر است، باز بعد از برای عمر رضی الله عنهما است. این عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما و غیره این ذکر می کنند. این تو این افشا نکرد به خاطر که در بین مردم این تیت نشود. عرف بعضهم و اعرض. او چیزی که او را زیادش بیان نکرد اینمی خلافت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را این را ذکر نکرد. پس از جمله چیزها می بود که در جمله اگر دوباره اصلاح کنه می شیسته که از جمله اسراری که پیش بی بی حفصه ماند، یکی اون نمو بود که خبر را پیش خود نگاه کن و دیگه ای که خلافت بعد از من پیش ابو بکر رضی الله عنه باز بعد از عمر رضی الله عنه است. این بعض اسرار بود که باید چی میکرد؟ این پیش خود نگاه میکرد. فلما نبأها وقتی که خبر داد رسول الله صلی الله علیه و سلم بی بی حفصه، فلما نبأها وقتی که خبر داد رسول الله صلی الله علیه و سلم به بی بی حفصه که تو سر افشا کردی این خبر را برش داد، قالت حفصه گفت که من انبعک هذا، این خبر را بر تو کی انتقال داد؟ کی بر تو این خبر را داد که من سر افشا کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که نبعنی به من خبر داد العلیم، اللهی که عالم است، الخبیر که باخبر او من خبر کرد. انت توبا الالله، اگر شما توبه کنید ای حفصه و عائشه رضی الله عنهما، اگر شما به خداوند رجوع کنید به خاطر که کاری که شما کردین شما در حقیقت پیغمبر را اذیت کردین، اگر شما رجوع کنید و توبه کنید به الله جل جلاله ای بر شما بهتر. جوابش ذکر نکرده، جوابش محذوف است. انت توبا الالله، اگر شما توبه و رجوع کنیم به الله جل جلاله فقط صاغت قلوبكما، در حقیقت چی شده؟ مائل شده، مائل شده دلهای شما، فقط صاغت قلوبكما، دلهای شما مائل شده. از اخلاص پیغمبر مائل شده، اخلاص زیاد نداشتن به پیغمبر. صاغت قلوبكما، دلهای شما مائل شده. و انتظاهرا، اگر شما تعاون و همکاری کنین، کمک کنین یکی با دیگر، علیه بر ضد پیغمبر، علیه پیغمبر، فان الله هو مولا، الله جل جلاله او
مددگارش است. دوست و کمک کننده الله جل جلاله، کمک کننده رسول الله صلی الله علیه وسلم کی است؟ الله است. فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل عليه السلام إيهم دوست مددگار شد وصالح المؤمنين ومؤمنان صالح. بعض عبد الله بن عباس رضي الله عنهما میگه که مطلبش ابو بكر و عمر رضي الله عنهما هستند. اي خانم ها اگر دل های اي حفصه و عائشه اگر دل های شما از اخلاص با پیغمبر مائل شده، پس دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم الله هستن، جبریل علیه السلام هستن و مؤمنین صالح هستن، مؤمنین صالح هستن و الملائکه و دیگه متواقی ملائکه. جبریل علیه السلام از جمله ملائکه است. او را به تنها و افراد به خاطر ذکر کرد که او مقامش از دیگه ملائکه کرده بلند است. یک نوع تعظیم و تشریف است برای جبریل علیه السلام. بعد ذلك والملائکه و ملائکه بعد ذلك ظهیر، ملائکه بعد از الله، بعد از جبریل علیه السلام، بعد از مؤمنین صالح، ظهیر اینا کمک کننده هستند با پیغمبر صلی الله علیه وسلم، هر کسی که امروزو در مقابل از استاد بشه. پس اگر این دو خانم، این دو ام المؤمنین در برابر پیغمبر استاد بیشن، شما ببینید که دوستای از او کی است؟ الله جل جلاله، ملائکه، جبریل علیه السلام و مؤمنین صالح هستند. وقتی که اقدر همکار و مددگار داشته باشه، پس شما خوب بسیار ضعیف هستید، شما هیچ چیزی کردن نمیتونید. عسى ربه، شاید که پروردگار الله جل جلاله این طلقه کنه، اگر شما را طلاق داد، این یبدله که او را برزو تبدیل کنه از واجب خانم های دیگر، خیرم من کنه از شما خیلی بهتر. اگر شما را طلاق داد، شاید الله جل جلاله از شما کرده خانم های بهتر نصیبی از او بگردانه. که اون خانم ها چه قسم خواهد بود؟ مسلمات هم که اونها تسلیم امر خداوند هستن، مؤمنات هم ایمان دارن به الله جل جلاله، قانتات هم که اونها اطاعت میکنن، فرمانبرداری میکنن از الله، تائبات هم که اونها توبه میکنن، رجوع میکنن به الله جل جلاله، عابدات هم که خانم های عبادت کننده هستن، عبادت عادتش هم گردیده، سائحات که اینها سفر میکنن، هجرت میکنن در راه خداوند و در راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، طیبات خانم ها هستن که اونها چی هستن؟ بیوه هستن، یعنی قبلا یک بار ازدواج کردن، و ابکارن و خانم ها هستن که قبلا ازدواج نکردن، بکر هستن، دوشیزه یا دختر هستن. اگر شما را طلاق کنه ای خانم های پیغمبر، شاید که الله جل جلاله از شما که خانم های بهتر نصیبی از او بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. شب قرآن، شب ایمان، شب رازا نیازم شد، مناجات تا سحر از هر دهان و هر زبان خیزد، شب قرآن، شب ایمان، شب راز و نیازم شد.